که دلیل اینکه تیم والیبال داره خوب نتیجه میگیره یکی از دلایلش همین هستش که هر 12 نفر با هم همدل هستن و برای هیچ کسیش فرق نمیکنه که کی تو زمینه کی بیرون، همه در قالب یک گروه هستیم و فقط به هدفمون فکر کنیم که موفقیت هستش. والا هیچی دور از انتظار نیست، ولی لیگ جهانی گروهمون خیلی سخت هستش و همین که اگه بتونیم واقعا از گروهمون صعود بکنیم کار خیلی بزرگیه. از اون سوالا پرسیدی؟ نمیدونم، واقعا نمیتونیم قول بدیم. واقعا تو ورزش هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. من این قول رو تنها میتونم بدم که تمام تلاشمون رو میکنیم، هیچ وقت عقب نشینی نمیکنیم، تو هیچ بازی امیدمون از دست نمیدیم و تا آخرین پوان بازی میجنگیم. این تضمین رو من میتونم به مردم خوب کشورم بدم، ولی هیچ وقت نمیتونیم بگیم که ما این مقام به دست میاریم، چون واقعا کار خیلی سخته. خب آخه دیگه خود مردم میدونن چقدر دارن به ما کمک میکنن وقتی میام تو استادیوم. پارسال من یادم بعد بازی با ایتالیا یکی بازیکن ایتالیا وایساده بود با دوربین گوشیش داشت فیلم میگرفت دور تا دور سالن آزادی ها. و واقعا تجربه کرد، میگفت من همچین تماشاگری هیچ جای دنیا ندیدم. خب وقتی یه بازیکن در این سطح واقعا حرفه‌ای میاد این صحبت میکنه، 100% ما مطمئن میشیم که روشون خیلی تاثیرگذار بوده. من دارم میشم 27. خب ببینین، به اصطلاح هر کسی برای زندگیش برنامه‌ای داره. خب من با این قضیه راحت بودم و دو سه سالی هم بود که رسمی شده بود رابطه‌مون و ازدواج کردم که خودم راحت بشم، چون واقعا سخت هستش برای ورزشکار که بعد تمرین بیاد خونه، حالا تمرکزش بره جاهای دیگه، به چیزهای دیگه بخواد فکر کنه. وقتی آدم ازدواج میکنه میاد خونه، تمام فکر و ذکرش جمع میشه یه جا و میاد خونه پیش همسرش، حالا مشکلاتش رو باش در میون میذاره، صحبت میکنه، حالا میگم تمام فکر و ذکرش یه جا. و خیلی میتونه همسر خوب خیلی میتونه به یه ورزشکار کمک کنه، خیلی میتونه، چون من اینو تجربه کردم. و میگم امیدوارم که حالا اونایی که ازدواج میکنن مثل من راحت باشن. ببین الان دیگه مثل دوران گذشته نیست، واقعا طرز فکرش عوض شده. شما با کسی هم که ازدواج میکنی شرایط کاریتو میدونه و اونو قبول میکنه که با شما ازدواج میکنه و میدونه که وقتی داریم تو زندگی شما باید بهت به شما کمک بکنه. خب این خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. وقتی خانواده یک ورزشکار حمایتش بکنن، خب خیلی میتونه توی ورزش پیشرفت بکنه. من هم از بچه‌ها اگه بپرسید، من همیشه تو خانواده‌ام هستم و شاید دو سه تا دوستم دارم که اکثر مواقع با هم هستن. میان تو توی خانواده شما بچگی با هم بزرگ شدیم، ولی هیچ وقت تنها جایی نمیرم. من همیشه میگم اینو برای سندیتش میرم بچه‌ها سوال کنیم، همیشه پیش خانواده هستن، چون واقعا وقتی نیستش که بخوایم با خانواده باشیم دیگه. هر وقت وقت پیدا کنیم بدو بدو میریم پیش خانواده.